توی این قسمت بچه میخوام سه تا مطلب به شما بگم حالا در آخر نمیدونم ممکن نیستش یا هستش موفق بشیم اینو دمو, دمو کنیم واسطون ولی به دوتا دو تا چیز اصلی رو یاد میگیرید یکی کار با ریدیس هست که میخواد یه دونه ایون ایونت رو منتشر کنید کار با نود no و ریدیس هست و کار با ساکت آیو هست ولی کاری که میخوام انجام بدم که پابلش کنیم یه ایونتی رو با کمک ریدیس میدونید که ریدیس بالا گذاشته شده و همینجوری که من به شما توضیح دادم اومدیم پی ریدیس و پی ریدیس رو نصب کردیم برای پی ایش بی بعد داخل نوت همین رو ما نصب کنیم اول تایپ میکنم ریدیس پابلش پس این ریدیس پابلش میاد برای ما شبکم رو چیکار میکنه پابلش میکنه حالا یه شبکه درست میکنه به نام تست چنل یا چنل کانال تست بعد میام چیکار میکنم بعدش یه ویرگول میذارم میگم که دیتا رو میخوام نشون بدیم دیتا ولی میخوایم این دیتا رو برامون برداره جیسون دیکد کنه یا به جیسون تبدیل بکنه جیسون ان معذرت میخوام ان حالا <applause> این دیتا رو نداریم ما دیتا رو چیکار بکنیم بالا دیتا رو به این صورت من درست میکنم که اینجا تایپ میکنم دیتا مساوی با یه آرایه ای به این صورت که این آرایه ما حالا یک کلید ایونت داره فرض بکنید که ایونت ما میاد به هر موقع کاربر ساین اپ شد بخواد این کار من انجام بده پس من ایونت اسمش رو می‌ذارم یوزر سایند اپ و میام در یک کلید دیگه هم درست میکنم به نام دیتا و میگم که بیاور من این کار را انجام بده یه آرایی حالا واسه درست میکنیم به این صورت میگم که هر موقع یوزر نیم و بذارید اینجا یه ویرگول یادم رفت به این صورت میگم که هر موقع یوزر هر موقع کاربر ساین اپ شد یوزر رو بگیر حالا یه یوزر نیم فیک درست میکنه به نام جان دو همه از این استفاده میکنن جان دو و به این صورت منتشر به دیتا من گذاشم دیت دیتا این از این و آخر که کارمون تموم شد بیا بزن ریترن دان به این صورت خب این از این کار اول که میخوام یه ایونت رو پابلش بکنید به این صورت توی مثلا ال، ریدیس توی لربا این کار انجام میشه دومش میخوام چیکار بکنم نو جی و ریدیس رو سابسکرایب کنم توی به یه ایونت پس من میام داخل راوت هم یه فایلی درست میکنم که از جاوا اسکریپت اسمش رو میخوام بذارم چی بذارید بذاریم اسمش رو socket.js socket.js اینتر میزنیم داخل ساکت دات جی اس یه یعنی وریبل درست میکنیم اینا درس های نود هست رنج بعد با دیگه بعد نود رو بدونید اگر نمیدونید مهم نیستش فقط نگاه بکنید من بهتون توضیح میدم که دارم چیکار میکنم ولی نود رو اگر بدونید و ساکت آیو که اونجا درس رو دادم به شما خیلی راحت میتونید بفهمید یه سرور درست میکنیم میگیم که require کن برای من require کن مدل اچ رو اچ و خب یا سرور رو سرورش رو ران بکن به این صورت میام سرورش رو ران میکنیم بعد میگم بیا پایین چیکار بکنیم، یه وریبل دیگه درست میکنیم به نام آی او و میگیم که ریکوار کن برای من وقتی که ریکوار کردی میگیم ساکت دات آی او رو برای من ریکوار بکن و خب این وریبل سروری که من اینجا دارم بعدش پس بکن بهش سرور خب ساکت دات آی او رو که داریم اینجا سرور رو درست نوشته نوشته آن ریزولف فانکشن خب ما این رو نصب نکردیم ما اول اول بعد ساکت رو نصب بکنیم بعدش میگم که یه ریدیس کلاینت نصب میکنیم حالا ما یه ریدیس کلاینت خیلی زیاد داریم یه دونه که چرز بکنم یه وریبل لاست میکنم به نام ریدیس آرش با کپیتال نوشتم که چون این یه کلاس به ما تحویل میده میتونیم یه ریدیس کلاینت برید پیدا بکنید داخل نو جی اس ولی یه دونه من میشستم به نام آی او Redis که خیلی هم سریع هستش میاد میتونیم ازش استفاده بکنیم بعد چون یه کلاس ما برمیگردانه یه وریبل درست میکنم اون ردس که با آر کوچیک هست فرم کنه با بالایی و این کلاس رو اینستنشیت میکنم پس میگم ردس و یه پرانتز باز بسته که این کلاس اینستنشیت بشه بعد میام چیکار میکنم از این ردس استفاده میکنم که اینجا داریم به این صورت میگم که سابسکرایب بکنم البته سابسکرایب. سابسکرایب کن بش. و وقتی که سابسکرایب کردی میخوام به چه چنلی سابسکرایب کنه به تست داش چنل به این صورت وقتی که به تست چنل سابسکرایب کرد حالا میگم وقتی که ریدیس اجرا شد روی روی این مسیج حالا ما یه اینجا یه مسیج پس میکنیم بعدش میگیم که چیکار کنیم یه فانکشن درست بکن برای ما فانکشن فانکشن لیترالی که چنلمون بگیره و همینجوری مسیجمون هم بگیره به این صورت بعدش میام چیکار میکنیم پایین میگیم که کنسول کنسول و بیا اولین کاری که میکنیم تایپ بکنیم میخوایم تایپ بکنیم message message ریسیفت بعدش میام چیکار میکنیم میگیم که یه دنم از این کپی کن و خود مسج رو ما نشون بده که اینم از رنگ خاکستری در بیاد این از این حالا میایم در کاری که میکنیم پایین میگیم که سرور بیا لیستن کن به پورت 3000 برای اینکه یه اوتپوتی هم داشته باشیم یه فانکشن لیترال درست میکنم و اینجا میگم که کنسول. دات و اینجا میگم که سرور is listening on Uh, http colon slash slash host, colon, 3000 به این صورت که این هم ما داشته باشیم یه اوتپوتی به این صورت ولی این لیسن کار رو انجام میده حالا برمیگرم داخل ترمینال این پکیج که من باید نصب کنم رو نصب میکنم اول تایپ میکنیم npm npm uh, install که همه پکیجاتو ها نصب شد. بعد که این کاری کرد میگه که socket.io رو نصب کن و همینجوری I رو نصب کن و اینا رو سیف کن به دیپندنسی ما بعدش اینو میزنم که این نصب بشه بعد که این نصب شد میام جو تایپ میکنم node socket dot js که این هم برای ما بیاد بالا یه تب دیگه باز میکنم تو همین مسیر تایپ میکنم redis server سر هم بیاد بالا برای من یه تب ریدیس داریم دست، یه تبم هم ساکتر آیو حالا میریم اینجا ببینیم چه اتفاقی میفته برمیگردیم اینجا وقتی من ریفرش میزنم داخل البته سرورم از این باید ران بکنیم یه تب دیگه هم باید باز بکنیم PHP Artisan Serve ببینید چند تا سرور ران هستش سه تا سرور ران هستش برمیگردم اینجا یه ریفرش میزنم میزنه دان خب اگر بیام اینجا نگاه بکنید ببینید که نوشته یوزر نیم مسیج و نوشته دیتا یوزر نیم جان دو و همین رو دارید میبینید حالا برای اینکه ما بهتر اینجا نگاه بکنید اینجا ریدیس هم که اینجا اجرا شده تب یک کمیزان بغل و اینجا هم نگاه بکنید تب که سرور پی اش بی ران شده حالا اینا رو میدازیم پایین تر یه مقداری خلوت میکنیم اینجا که اگر اتفاق بوده شما ببینید اینجا کنسول دار لاگ مسیج ریسیف یا من پاک میکنم دوتا رو با هم دیگه اول اگر خواستیم مسیجی به مسیجی که جیسان نشون داده اگر نگاه میکردید وقتی من اینجا ریفرش میزدم می اومدیم اینجا نگاه کن مسیجی هستش که به جیسان تبدیل شده راست من اینو میخوام پارس کنم توی جاوا اسکریپت چجوری پارس میکنم توی پی اچ پی جیسون جاوا اسکریپت هم باید فکر میکنم جیسون پارس باشه من اینجا مسیج رو مساوی قرار میدم با جیسون دات پارس آها درست جیسون دات پارس و بعد مسیج میام اینجا پایین میگم که کنسول دات و میبینید که آیدی چقدر آیدی خوب چقدر خوب. این همه رو به من داره هینت میده مسیج دیتا و بعد میگم که یوزر نیم رو به من نشون بده یوزر اگر برگردم اینجا یه ریفرش دان زد و اینجا داریم message received رو میبینیم یه بار دیگه باید من این سرور رو یه بار استاپ کنم دوباره استارت کنم یه بار دیگه یه ریفرش الان نگاه بکنید جان رو دارید اینجا میبینید شما من مسج رو چیکار کردم این سرور رو یه بار استاپ کردم حالا برمیگردم اینجا یه بار سرور رو استاپ میکنم redis و سرور php بذارید ران باشه میام اینجا یه کار دیگه میکنم داخل PHP اینجا که نوشته خب این کارم انجام دادیم اینم میتونه بره سطلاش خال اینجا نوشته use the socket io to emit all the client حالا ما میخوایم socket io رو استفاده بکنیم که emit کنیم که تمام client ها حالا یعنی وقتی کار بر میاد ببینید اول emit چی میشه emit میشه بیرون دادن بیرون هر موقع کاربر بر اومد به شد این یه چیزی جاندو بیاد اینجا تایپ بشه همین ریترن دان هم که زدیم اینجا هیچ حالا میریم این ریترن ویو رو میبینید اینجا من از اینجا برمیدارم دان رو داخل کامنت این دوتا هم پاک میکنم میریم داخل welcome.blade.php اولین کاری که میکنم اینه که این رو پایین تمام این چیزهایی که ما اینجا داریم از بالا تا این ستالی که داریم رو پاک میکنیم اینجا این تایتل باشه لعبو. حالا اولین کاری که میکنم اینه که میام به سلا دو تا اسکریپت رو بالا میخوام ازش استفاده بکنم اولین کنتینر رو پاک میکنم داخل بادی این زیر اولین اسکریپتی که من آماده کردم view.js هست میبینید اینجا view.js رو کپی میکنم که میخوام ازش استفاده بکنم نگران نباشید اسکریپت در رابطه باش صحبت خواهم کرد و درس خواهم داد درست بعد از درسش درسشو خواهم داد که خیلی خوبه و منم اینو به لایبری اضافه میکنم که دیگه ارور نده بعد از این که ویو اضافه شد میام یه سکریپت ساکت آیو رو میام نصب میخوام بکنم اینجا پس بنابراین یه دونه از این میتونم یه کپی بگیرم و این سورسی که داریم میخوام ساکت داد رو پیدا بکنم پس برمیگرم داخل اینجا اسمش از cdnjs.com تایپ uh, میکنم ساکت اینجا میبینید که یه همچین چیزی میاد بالا کپی میکنم این رو از این ور پیست میکنم این هم رو دانلود میکنم که داخل پی ایش باش برمیگردم اینجا یه سکریپت میسازم و برمیگردم اینجا شروع میکنم کارهایی که میخوام انجام داده انجام دادن. اول یه نیو میساز. ویو میسازم. اوبجکت ویو میسازم برای اینکه با ویو کار بکنید باید اوبجکت ویو بسازید داخل پرانتز ابجکتتون رو باز بکنید و سمی هم اینجا قرار بدید در آخرش به این صورت داخل این آبجکت ویو میگم یه المنت درست بکن که حالا میتونه هر تگتون باشه ولی من اینجا تگ زیادی ندارم فقط بادی دارم بعدش میگم که یه دیتا درست بکن میتونم اینجا یه اینا رو یک مثلا داخل یک خط دیگه بذارم که بهتر بشه دیتا یه آبجکتی هست که این آبجکتی که ما میخوایم یوزرز داره و این یوزرز ما به یه آرایه خالیه بعدش فکر میکنم اینجا یه ویرگول باید بذاریم بعد یه ردی یه فانکشن ردی درست بکنیم اما بذارید وریبل این بالا یه وریبل درست بکنیم و از ساکت استفاده بکنیم دیگه ساکت و بعد مساوی قرار بدم با آیو پرانتز و بسته اینجا باید سرورمون باشه یعنی HTTP colon slash slash colon 3000 این سروری که سرور جی جی اس نه سرور پی اچ پی که 8000 هست یا سرور ریدیس نه اینا نه سرور جاوا اسکریپت چون ما داریم با نود کار میکنیم دیگه و این 3000 رو میذارم ام... اینم از این حالا نظریت 100 درصد ایرور خواهد بشه شما ایرور خواهد داد حالا امتحان خواهیم کرد و این یوزر هم که گذاشتیم میام پایین حالا یه فانکشن ردی هم داریم اینجا من اینجا یک فاصله بدم ردی ردی همون چیه بچه ها؟ مثل اجلی بگم به شما مثل ج... جی, -کویری. یک فانکشن ردی داریم میخواد بخواد که مثلا کارهای خ... لازم رو انجام بده بر شما ما داریم از ویو استفاده میکنیم ویو یا مثل انگلار و ریکت میمونه من ویو رو خیلی دوست دارم در رابطه درس خواهم داد صحبت خواهیم کرد اگر ویو رو استفاده بکنید جی کوئری رو همه رو با هر که هست رو میریزید سطل آشغال هیچ موقع دیگه ازش استفاده نخواهید کرد چون خیلی قدیمی شده پس چطور میکنم ساکت دات آن و بعد داخل پرانتز میگم که تست شده ببینید اگر نگاه بکنید ما برگرد داخل راست دا جیس داخل ساکت دا جیس اینجا میبینید که من چیزی به اون صورت قرار ندادم اینجا ولی بذارید بهتون بگم میتونیم این رو پاک بکنیم میخوایم که اگر نگاه بکنید یک فرمتی برای این welcome.blade.php که اینجا هستی فرمتی واسه درست بکنیم بعد از این پس من میتونم بیام اینجا بگم که IO که این ساکت داد ای هست میگم که امت کن امت کن یعنی ساد بیرون بده بیرون که اگر چنل نیم رو داشته باشیم خب من یه بلاوه بذارم و بعد یه کلون بذارم میخوام یه چیزی رو اینجا به شما فقط با من تعمل بکنید اگر نمیفهمید میگم که message داد event event به این صورت که این ایونت ما هیچی نیست و بعدش کاما میذارم دات و حالا اسم چیز دیگه ای که داشتیم اینجا دیتا بود خب میخوایم چی بگیم میخوایم بگیم که وقتی که کسی اومد این به چنل ما سابسکرایب شد یعنی تست در چنل خب میخوایم که کولانو رو بذاریم میبینید کولان اینجا و بعد بگیم که یوزر signed آپ خب میخوام به این فرمت بگیریم یعنی من میتونم اینو اینجا کپی کنم برگردم اینجا داخل این ساکت آنی که ما اینجا گذاشتیم اینو من اینجا پیست بکنم بگیم موقعی که این اتفاق افتاد یه یک فانکشنی درست بکن فانکشن لیترالی که دیتا رو پس میکنه داخلش حالا بعد از این میگم که this یعنی این آبجکتی که داریم users میخوام بهش پوش بکنیم دیگه به این که بالا ساختم خالیه یوزرز. اینجا میبینید پوش و بعد بگیم که data. یوزر و سمی سمیکارن... بذاریم یوزر که کجا بود بچه ها؟ اینجا یه یوزر داشتیم به نام دو حالا این یوزرزی که داریم بعدش آخرش که این فانکشن اینجا از اینجا تا اینجا تموم میشه و این ردی هم از اینجا تا اینجا تموم میشه هیچی اینجا که من سمی میخوام بذارم بعد کنه کاری که بعد میخوام بکنم بایند کنم این کلاس رو وگرنه هیچ کدوم اینا اجرا نخواهد تنها کاری که باید این بالا با انجام بدیم اینه که یک هچفان اینجا می نویسیم و اینجا می که New Users و می یه UL می نویسیم اینجا که داخلش یه الای داریم می داری نمی دونم می دونید یا نه داخل داخل انگلا js ان داریم دیگه ان جی خب به شما گفتم درسشو ولی داخل ویو جی اس وی داش ریپیت داریم ویدش ریپیت داریم که میتونیم بگیم که ریپیتش رو مساوی قرار بده با users یوزرز uh, یا uh, user, user colon users به این صورت که بعدش میگیم که به این, به, این صورت اینو باز بکن و داخلش این برکت uh, هایی که اینجا گذاشتیم برای بلید نیست برای uh, به ویو هست بنابراین پشتش باید یه ات ساین بذاریم اگر ادساین نذارید بلید uh, دیگه بلید فکر میکنه من اینو باید پارس بکنه بنابراین بعد یه ادساین بذارید و بعد بگید که یوزر یوزر رو اینجا تایپ بکن سیو میکنم اینگر همه چی رو درست تایپ کرده باشیم یوزر کولون یوزرز و اینا همش اگر درست باشه برمیگردیم اینجا یه بار ریفرش میکنیم میبینید که این نشون داده نمیشه اگر من بیام اینجا ریفرش بزنم uh, هر موقع که بعد این جاندو رو به من این بالا نشون بده اون صد درصد به خاطر این نشون نمیده که اینجا میبینی که نوشه connection to ws colon slash slash localhost 3000 interrupted پیدا نشد این به خاطر اینه که شما احتیاج به سرور واقعا سرور اصلی دارید یعنی به localhost نمیتونید اینجوری دسترسی پیدا بکنید ولی میبینید که من چند بار ریفرش میزنم اگر چشتون اینجا باشید می میبینید بعض موقع یوزر میاد میبینید اینجا یوزر رو این میتونه بایند کنه از ویو جی ولی فعلا تا همینجا دست نگرم داریم یه راه بهتر شد تو جلسه دیگه به شما توضیح خواهم داد